شکایت شهریان شهر مزار شریف از عدم رعایت عدالت در توزیع کمک‌های بشردوستانه. در دومین مرحله توزیع بسته‌های مواد غذایی از سوی سازمان جهانی غذا در ولایت بلخ، حدود 70,000 خانواده در شهر مزار شریف و ولسوالی‌های ولایت بلخ تحت پوشش روند امدادرسانی قرار گرفتند. از طریق مساعدت‌های بشردوستانه سازمان غذایی جهان که توسط دو مؤسسه ما پیش برده میشه، ما در سطح شهر 33,169 فامیل فعلا تحت پوشش قرار داده شده. همچنان در 11 ولسوالی توسط مؤسسه محترم CHA 35,134 فامیل فعلا از مواد کمکی برخوردار میشن. اما شمار از باشندگان بلخ از آنچه که نبود شفافیت و عدم رعایت عدالت در توزیع کمک های بشردوستانه مینامند شاکی اند. ما در اون خانه دو سه کلانتر رفتم، برای ما حتی گفت نام ما رو گرفتن، حتی از خانم لیست ما گرفت، دیگه گفت شماره تلفن ما گرفت، لمبر تذکری ما گرفت، نه زنگ آمد نه رفتم، نه دیدم کمکشم ندیدم. کمک هایی که تا هنوز آمده، ما خود چندین بار لیست هم گرفتن از ما و ما کمک ها رو ندیدیم، چون همین کلانتر هایی که ما شما در منطقه داریم، کسایی که واسطه دار هستن زور دارن و دیگه دارن یا میگیرن، اما ما که تانوز به 4-5 بار ما را تانوز مصاحبه ما را گرفتن و نام گرفتن لیست گرفتن، ما که تانوز کمکاشان نیدیم. عالمان دین نیز بر رعایت اصل امانت و عدالت در هنگام مساعدت تاکید نموده، خواهان آنند تا این روند امدادرسانی فرصتی را برای دستگیری از فقرا فراهم سازد. مردم از انسان‌هایی که شایسته رهبری هستند، از اونها پیروی کنند، از اونها فرمان ببرند، از نخبگان، از اندیشمندان، از اونهایی که برای خدمت و برای توسعه و برای پیشرفت انسان‌ها تلاش می‌کنند، نه اونهایی که دنبال قدرتند، دنبال ظلم و تعدی‌اند. یک کمیته نظارتی تشکیل گردید که در اصلش رهبری مقام ولایت بلخ است، ریاست اقتصاد، ریاست مهاجرین و همچنان ریاست محترم مواد است، شهرداری و ریاست انکشاف دیار، که از آغاز روند دوم پروسه نظارت تا فعلا نظارت به شکل دوامدار جریان دارد. مسئولان در ریاست اقتصاد بلخ در حال آمار افراد تحت پوشش مساعدت‌های بشردوستانه را در این ولایت همگانی ساختند که روز گذشته کمیته جهانی صلیب سرخ خواستار فراهم آوری مساعدت برای 24 میلیون شهروند مستحق افغانستان گردیده و انتظار می‌رود در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامگاه پنجم میزان برگزار می‌شود نیز اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان خواهان تسریع کمک‌های بشردوستانه در آستانه فصل زمستان برای شهروندان مستحق افغانستان شود.